لشکری میخوایم تماس بگیریم. آقای لشکری عزیز، آقای دکتر لشکری که از فدراسیون پزشکی ورزشی هستن، عضو کمیته کرونا هستن و فکر کنم سوال ورزشی رو میتونیم ازشون بپرسیم. آقای لشکری سلام، عرض ادب، شب شما بخیر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترمتون و سال نو رو خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیزتون تبریک عرض میکنم در خدمتتون. سلامت باشید آقای دکتر. شما در فدراسیون پزشکی ورزشی تشریف دارید، این روزها کاملا درگیر بحث کرونا هستید، حالا مقوله‌های مختلفی که دوستان و کارشناسان دارن روش کار میکنن، شما تو بخش ورزشش خیلی از سوال اهالی فوتبال، هم مردمونه که فوتبال دوست دارن، به ویژه کسایی که توی باشگاه‌های حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن، که فکر میکنید از چه زمانی امکان شروع مسابقات فوتبال فراهم میشه، یا حداقل از چه زمانی میشه تصمیم گیری کرد راجع به مسابقات فوتبال، اینکه چند هفته بعدش برگزار میشه، اینکه کنسل میشه یا خیر. جناب میثاق، من باید یک نکته رو خدمتتون توضیح بدم و در واقع تاکید بکنم که خب فدراسیون پزشکی ورزشی و ورزش برای ایجاد سلامت در جامعه هست، پس ما خط مقدممون و مهمترین چیزی که باید بهش در نظر بگیریم و در واقع برای ما اهمیت داره حفظ سلامت ورزشکارا. این نکته اولیه که باید همه ما بهش قائل باشیم و نسبت به پروتکل هایی که وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی که ستاد ملی مبارزه با کرونا هست تبیین میکنه، اونها رو باید در واقع سلوحه کارمون قرار بدیم و طبق اون جلو بریم. و ما هم در وزارت ورزش طبق نظری که مقام محترم وزارت ورزش داشتن، ورزش و جوانان داشتن، ستاد مقابله با کرونا در ورزش رو راه اندازی کردیم و بر اساس اون الان داریم تصمیماتی گرفته میشه که انشاءالله سلامت ورزشکاران مد نظر قرار گرفته بشه و اونها خدایی نکرد دچار آلودگی نشن، چون میدونید این بیماری خطرناکیه، در این حالی که سرایت و شیوع خیلی زیادی پیدا کرده ما باید سعی بکنیم که ورزشکارامون رو حفظ بکنیم و حداقل آسیب رو داشته باشیم، که خدا رو شکر با تصمیماتی هم که در ستاد گرفته شده تا الان میبینید که ما کمترین میزان آلودگی رو در ورزشکارا داشتیم. این که از چه زمانی ما بتونیم این مسابقات رو شروع کنیم قطع به یقین و تمریناتمون رو قطع به یقین بسته به نظر در واقع ستاد ملی مبارزه با کرونا داره که در سطح کشور دارن بررسی میکنن، شیوع بیماری رو میبینن، جامعه رو در نظر میگیرن و بر اساس اون همونطور که ما به صورت پلکانی شروع کردیم به تعطیل کردن این مسابقات و تمرین ها، به صورت پلکانی هم احتمالاً این شروع خواهد شد و با در واقع اون پلکانی منظورشون اینه که مثلا اول اعلام میکنید که تمریناتشون رو تیم‌ها شروع می‌کنن، فکر کنم بایرن مونیخ امروز شروع کرد، بعد اعلام دقیقا میکنید که احتمالاً بدون تماشاگر، درست میگم؟ یعنی همون سیستمی که فرمایشون کاملا درسته. ببینید ما حتی در اواخر بهمن ماه که این ستاد تشکیل شد به دستور وزیر محترم ورزش و جوانان، از همونجا ما شروع کردیم بررسی کردن و بر اساس شیوعی که در کشور ما داشت رخ میداد، ما اولین مسابقات رو در هفته 21 لیگ برتر بدون تماشاچی اطلاعی که داد و پروتکلی رو که تعیین کردیم و وزارت محترم ورزش و جوانان و حتی وزارت بهداشت تایید کرد این بود که مسابقات بدون تماشاچی برگزار بشه و این اولین قدمی بود که ما برداشتیم. دومین قدم دیدیم که وقتی که این بیماری داره شیوع پیدا میکنه در کشور و به سرعت داره آمار بالا میره، مجبور شدیم که هم تمرینات و هم مسابقات رو قطع کنیم. لذا الان هم باز بر اساس اینکه وزارت بهداشت داره رصد میکنه در کشور، میبینه شیوع بیماری در چه وضعیتی قرار داره و آیا ما به اون پیک رسیدیم و تعداد افرادی که جدید مبتلا میشن تعدادش رو به کاهش پیدا بکنه، ما میتوانیم با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مجدد تمرینات تیم‌ها رو شروع بکنیم. منتها این ورزشکاران، کادر فنی همه باید غربالگری بشن قبل از اینکه تمریناتش رو شروع بکنن، اینا باید تستاشون رو برگزار بکنن، بله، و حتی در واقع اون مسائل ایمنی رو رعایت بکنن، رختکن‌ها رو کاملا ضد عفونی بکنن و محیط رو امن بکنن برای اینکه ورزشکاران ما بتونن بیان در یک محیط سالم تمرین داشته باشن. لذا بعد از اینکه این تمرینات شروع شد، بعد از اون اگر دیدیم باز انشالله روال به همین شکل رفت و دوباره ما پیک دیگری نداشتیم، اون وقت میتونیم در واقع اجازه بدیم که مسابقات هم به مرور بدون تماشاچی شروع بشه و بعد انشالله به جایی برسیم که نقطه امن ما باشه و انشالله ورزشگاه‌های ما
پر از تماشاچی بشه، چون میدونید اگه ورزشگاهی تماشاچی نداشته باشه اون شور و هیجانی که باید وجود داشته باشه متاسفانه نیست. ما آرزومونه که به اونجا برسیم. آقای دکتر، الان یه بحثی که مطرح هست، این دلیل اینکه تاریخ رو همه باشگاه‌ها میپرسن به خاطر اینکه میخوان برنامه‌ریزی بکنن. خب مسابقه فوتبال، برگزاری مسابقه فوتبال این مدل نیست که بخوام یه پلی استیشن بازی بکنم، همین الان شما بگید فردا برم بازی بکنم، حداقل تیم‌ها نیاز به 20 روز فکر می‌کنم 3 هفته دوران بدنسازی آمادگی دارن. به خاطر همون انقدر پیگیر شما میشن، پیگیر آقای خیلیان دوستان بعد. حالا هم تو فدراسیون میشن که آقا یه تاریخ به ما بگید که ما بازیکن خارجیامونو بگیم بیان تمرینات گروهیمون رو شروع بکنیم. فعلا شما تاریخی حتی تقریبی نمیتونید برای شروع تمرینات بتونید ببینید؟ نه جناب میساقی، چون این برنامه شما برنامه پربیننده ای هست، ما نمیخوایم تاریخی رو اعلام بکنیم که خدای نکرده و باعث در واقع اون به هم ریختگی تیم ها بشه و اون انسجامی که وجود داره از بین بره. ولی این موضوع رو من خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و کسانی که با فوتبال و لیگ برتر سر کار دارن خدمتشون عرض میکنیم که قطع بگردیم. ما برای اون بحث تمرینات، ما هم میدونیم که تیم ها نیاز به آماده سازی دارن با توجه به این تعطیلات یکی دو ماهه‌ای که برای تیم ها به وجود اومد. قطع به یقین تیم ها باید بدنسازی بکنن، آماده خودشون رو بکنن برای مسابقات. اینطور نیست همونطور که شما فرمودید ما بگیم از فردا مسابقات شروع میشه، تیم ها بیاید برید مسابقه بدید. قطعا یه زمانی رو براشون بین 2 تا 3 هفته در نظر میگیریم که اینها تمریناتشون رو انجام بدن، به شرط اینکه شرایط خوب باشه و مهیا باشه این تمرینات شروع بشه و بعد از اون انشالله لیگ آغاز خواهد. آقای دکتر، اصلا گزینه کنسل شدن مسابقات اصلا هست روی میز شما؟ فعلا نه، چون شرایط به اون شکل نیست که پس ان کنسل بشه و فعلا این جزء گزینه های ما نیست. ما بر اساس داده هایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه و وضعیت کشور رو رصد میکنه و اعلام میکنه ما تصمیم گیری میتونیم بکنیم. لذا ما با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شدت همکار هستیم و هماهنگ هستیم و تمام پروتکل هایی رو هم که ما در واقع ستاد مقابله با کرونا در ورزش داریم تایید میکنیم مورد تایید وزارت بهداشت هم هست و درنه که ما با این همکاری که بین دو تا گروه وجود داره بهترین تصمیم رو تعیین میکنیم برای ورزشکارا بگیریم که انشالله سلامتیشون حفظ بشه. جناب میثاق ببینید این برد و باخت ها همیشه وجود داشته، ولی اون چیزی که مهمه سلامته. الان ما افتخار میکنیم که در بین فوتبالیستای ما، لیگ برتریای ما و حتی رشته های دیگر ما حداقل در واقع بیمار کرونایی شدید و وخیم نداشتیم. به غیر از 2-3 تا از ورزشکارانه که ما که متاسفانه آلوده شدن به ویروس کرونا، بقیه در صحت و سلامت هستن. حتی در رشته های دیگه المپیان های ما همه اینها در سلامتن و این یه افتخاریه برای جامعه پزشکی ما و برای فدراسیون پزشکی ورزشی که باعث شده با این تصمیماتی که گرفتن و به موقع تصمیمات رو گرفتن جلوگیری بکنن از بیماری. خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما تو جوابی که دادید. من آخرین سوالم بپرسم، یه اطلاعی رو ستاد ملی مبارزه با کرونا صادر کردن، ریاست محترم جمهور هم صحبت کردن راجع به مشاغل حالا کم ریسک و کم خطر که شروع کار کردن. دقیقاً، و بعد مشاغل دیگر اومدن زمانبندی کردن، بعضیا که کاملا همچنان ممنوع از شروع فعالیتشون، بعضیا با زمانبندی خاص و انجام یه سری پروتکل های خاص، یعنی برای یه سری از مشاغل کاملا شرایط الان مشخصه. حالا برای من به عنوان آخرین سوال اینو میپرسم، برای ورزش کی فکر می‌کنی تصمیم گیری انجام بشه؟ یعنی همون تصمیم گیری ستاد ملی مرز و کرونا یه تاریخ 20 فروردین اعلام شده بود یادمه، از سوی وزارت ورزش و جوانان فکر می‌کنم که گفتن ما 20 فروردین تکلیف مشخص می‌کنیم که آقا مثلا از اول اردیبهشت شما بیاید تمرین شروع کنید، مثلا از 10 اردیبهشت بیاد شروع بکنید. اون تاریخ خود اون جلسه فکر می‌کنید کی باشه؟ جناب میثاقی ببینید، این اطلاعیه شماره 9 که فرمودید که هم در سایت فدراسیون پزشکی ورزشی وجود داره و خواهش می‌کنم که دوستان و عزیزان ورزشکار به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه بکنن. تمام اطلاعیه‌های ما، برنامه‌های آنلاین آموزشی و حتی آزمون‌های آنلاین مقابله با کرونا وجود داره که گواهی صادر میشه برای ورزشکاران و تمام اهالی ورزش و این میتونه کمک بکنه برای اینکه ما مقابله بکنیم. در رابطه به سوال حسالی، ما اطلاعیه شماره 9 رو برای شروع کار اداری فدراسیون ها در نظر گرفتیم که تمام فدراسیون های ورزشی طبق همون مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که گفتن بین 1/3 کارمندان میتوانند در ادارات مشغول به کار بشن، ما همون اطلاعیه شماره 9 رو برای همین منظور در واقع طراحی کردیم و اعلام کردیم که فدراسیون های ورزشی قسمت اداریشون
نه قسمت ورزشی و تمرینات اردوها. این فدراسیون ها میتونن شروع به کار بکنن قسمت ایدادیشون با حداقل نیرو و بیشتر باید سعی بکنن که به صورت دورکاری یا خدمات الکترونیکی باشه و در واقع از اون طریق کار رو انجام بدن، ولی هیچ بحثی در رابطه با شروع تمرینات و بحث بازگشایی اماکن ورزشی هنوز مطرح نیست. 20 فروردین احتمال داره این اتفاق بیفته؟ یعنی مشخص بعیده، خیلی بعیده چون ما تا 30 فروردین داریم که نه منظورم تصمیم گیریه احتمال داره. بله ما تو این چند روز که در واقع تا آخر هفته مهلت داریم مجدداً جلسه ای خواهیم داشت و انشالله در رابطه با بازگشایی اماکن بحث میکنیم. احتمالم داره در شهرهایی که الان آلودگی کمتره و یه مقدار به آرامش رسیدن تو اون شهر رو اول شروع کنیم به باز کردن اماکن ورزشی و بعد به شهرهای دیگه ترمیمش کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر از شما. از زمان گفته بود خوب بود. ممنون از جوابای کامل و سلیس شما. محبت که تو وقت گذاشتید. خوشحال شدم. متشکرم. این وضعیت شرایط ورزشی و فوتبالی و بازم باید منتظر بمونیم، حالا شاید تا 20 فروردین اون تصمیم گیری انجام بشه که تیم‌های مختلف هم بدونن مثلا از 40 روز آینده، از یه ماه آینده میتونن بیان تمرینات شروع کنن یا هر موقع، یا اصلا شروع نکنن، نمیدونم. اون تصمیم گیری اتفاق بیفته تا 20 یا حتی تا اول اردیبهشت ماه تا ببینیم تکلیف رقابت لیگ برتر چی میشه.